تشکر دکتر صاحب از وقتتون. تشکر شما. جدای از این که تجدید تعهد شد در سفر، پیام اصلی سفر و تعهدات نسبت به افغانستان از جانب آمریکایی‌ها صورت گرفته چی است؟ در دو سه مورد، یکی در مورد مسائل امنیتی دفاعی، اینا تعهد کردن که تعداد قوتهایشان با تعدادی که امروز است تا آخر سال نگاه میکنند تا این قوتها بتوانند عملیاتی حمایت قاطعی که بحث ترینینگ و حمایت و مشورتی قوتهای ما را در بر میگیره بتوانند که وظایف خود انجام بدن و قوتهای افغانی قادر به این باشند که در برابر چالش هایی که روبرو هستن مؤثر عمل بکنند. یک بخش بخش نظامی بود، نظامی امنیتی. از طرف دیگر مسئله مصارف اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان و قوتهای ملی افغانستان بر سال 2017 پیشنهاد دادن اینا برای بودجه برای کانگرسشان از طرف اداره پیشنهاد داده شد، یعنی تقاضای بودجه کردن برای تمویل قوتهای افغانستان در سال 2017 هم که دو سال از امروز. و بخش سوم در بخش همکاری های اقتصادی بود که یک تفاهمنامه امضا شد، همکاری های مالی تا کمک های تازه به حکومت افغانستان صورت بگیره، مشروط به یک قسمت رفرم و اصلاحاتی که در داخل سیستم به میان بیاید. این قسمت هم شامل 800 میلیون دلار میشد که یک تفاهمنامه بین وزیر مالی افغانستان و وزیر خزانه ایالات متحده آمریکا امضا شد. در این حال در بحثایی که صورت گرفت زمینهای مختلف همکاری ها در عرصه‌های اقتصادی، حکومتداری و امنیتی دفاعی بحث شد، از جمله تشکیل یک گروه کاری برای بحث روی مسائل انرژی در نظر گرفته شد، مسائل رابط افغانستان در سطح منطقه، همکاری های منطقه‌ای، مسئله عملی صلح، در تمام این موارد بحث صورت گرفت. تهدید در افغانستان در حال افزایش است. در تازه ترین مورد گزارش شده تایید نشده است آدرس داعش شنیده می شود سراسر افغانستان. همزمان با این نیروهای خارجی از افغانستان به ویژه سربازان آمریکایی قرار است بیرون شود. چگونه می توانید با یک حکومتی که در داخل با کندی از اصلاحات مواجه است این مدیریت صورت بگیره که از یک سو تهدید مدیریت شود از جانب دیگر خروج شما بتوانید؟ در مورد خروج نیروها من خدمت شما گفتم که تعداد نیروها با مسطحی که امروز هست تا آخر سال باقی میمانه. امی فیصلی که صورت گرفت نتافه که نشان داد اداره ایالات متحده امریکا دمی عرصه و در امی زمینه بود و همکاری هایشان در سطح همکاری های دفاعی امنیتیشان تقلیل نمیاد در سال 2015. در این زمان هر بخش مسائل را که شما با او اشاره میکنین یک چیز همه ما باید داریم و آگاه هستیم که یک میراث بسیار دشوار را حکومت وحدت ملی یک شرایط بسیار دشوار را به میراث گرفته. اینا ساخته و پرداخته حکومت وحدت ملی نیست. اگر مسئله بیکاری است، اگر مسئله فقر است، اگر مسئله مشکلات امنیتی است در افغانستان، همه اینها قبلا هم ادامه داشته بوده در افغانستان و این هم بگویم که از فرصتهای گذشته به هیچ صورت استفاده خوب صورت نگرفته. در وقتی که 100 هزار یا بیشتر از قوتهای بین المللی در افغانستان بوده، دولت افغانستان، رهبری افغانستان مخالفت کرده با اجرای عملیات ها بر ضد در مناطقی که در اوج تروریست ها و طالب ها حیات مردم و امنیت مردم به خطر مواجه ساختند. این فرصت هایی بوده که در گذشته افغانستان از دست داده. امروز از یک طرف فرصت های دیگی ایجاد شده، از یک طرف هم چالش های وجود داره که شما به او اشاره کردین. انشالله که با اطمینانی که از ادامه همکاری ها در عرصه های مختلف امروز ایجاد شده، این بتانه که یک قسمتی از تشویش های مردم افغانستان رفع کنه. دکتر صاحب، ما میخوایم باز بر وضاحت بیشتر، تمدید یک ساله حضور سربازان خارجی که متمرکز نشن به کابل میتونه مشکل ما را حل بسازه یا مسکنی است که مریض در یگانه مسئله، یگانه
دوای حل کل مشکلات افغانستان نیست. یکی از مسائل، یکی از ضرورت هایی بود که رویش بحث شد و در او به نتیجه رسیدیم. باقی ماندهش مسئولیت هایی است که حکومت وحدت ملی دارد در سطوح مختلف که به هر کدامش باید پرداخته شود و او جزء کار داخلی ما هست و مردم افغانستان هم توقع دارد که حکومت وحدت ملی با موثریت در زمینه ها عمل کنه. دکتر صاحب، یکی از موضوعاتی که ما شنیدم رویش بحث شده پروسه صلح افغانستان است. تماس با طالبان وجود داره و یک مورد دیگر میخوایم از شما اطلاعات در دست است که طالبان پیامی از آدرس سازمان ملل متحد فرستادن که گویا میخواین یک فرد موظف بسازن تا مذاکرات در داخل افغانستان یا یک کشور دوم و سوم آغاز بکنه و از جانب افغانستان خواستان یک چهره بر مذاکره هستند. درست است؟ تماس وجود داشته، مذاکره آغاز نشده و هنوز محل مذاکره و ترکیب هیئت مذاکره از دو طرف و زمانش تا بال مشخص نشده. همه آخرین اطلاعی است که به خدمت شما میگم. در مورد ای که اونا کدام تقاضای کرده باشند اطلاع ندارم. تماس دکتر صاحب چه مفهوم است؟ تماس به منظور زمینه سازی مذاکره. با کیا؟ با طالب ها. از طالب ها با کیا در درون افغانستان؟ پیشتر اطلاعات در دست بود که گویا آقای معصوم استانکزای و یک سفر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به قطر داشت و سفرهای رئیس جمهور به عربستان سعودی تماس با حکومت افغانستان صورت گرفته. من خدمت شما گفتم که به منظور زمینه سازی برای مذاکره تماس ها و ارتباطات صورت گرفته، اما مذاکره تا به حال آغاز نشده، مذاکره تا به حال صورت نگرفته. وقتی که مذاکره قرار باشه صورت بگیره، همه مردم افغانستان در جریان قرار میگیره. دکتر صاحب، یکی از بحث ها بحث منطقوی مصالحه است. رئیس جمهور افغانستان علاقه داره و خوشبین است از وارد شدن چین به عنوان یک کشور قدرتمند که تاثیرگذار است بالای پاکستان در پروسه سال. اما گفته میشه آخرین سفر که شما داشتین اندیها به شدت عکس العمل نشان دادین و مخالف روندی است که مدیریتش در دست چینایی ها باشه و همزمان با در نظر داشت نزدیکی چین با هندی. درست است؟ قرار به این نیست که مدیریت مذاکره به دست هیچ کشوری باشه. این قرار به این نبوده. اگر کشورهای زمین سازی میکنن، مثلا جمهوری مردم چین با استفاده از نفوذی که داره بالای پاکستان تاثیر میگذاره یا بالای طالب ها تاثیر میگذاره، اما مالکیت مذاکره باید به دست خود افغان ها باشه. رهبری مذاکره به دست افغان ها میباشه، مسئله باید نیست. با اون نسبت اگر کشورهای تشویشی هم داشته باشن، یه تشویش شانداری مسئله حل است که همه باز به صورت کل گفته میتونم که همه کشورهایی که علاقمند تامین صلح در افغانستان هستند روی یک نکته تاکید میکنن که مذاکرات توسط خود افغان ها رهبری شود و مالکیت پروسه را خود افغان ها داشته باشند. اگر کشورهای زمینه سازی میکنن، در اون قسمت باز مخالفت و ملاحظه وجود ندارد. نفس نگرانی را شما تایید میکنین از جانب کشورهای منطقه و ویژه هندی ها و ایرانی ها؟ من خدمت شما بازم تکرار میگم که در مورد ای که مذاکره توسط افغان ها رهبری شود و مالکیت پروسه، مالک پروسه هم خود افغان ها باشند، با در نظر داشتی مثلا هیچ نگرانی من نمیبینم در کشورها. اگر غیر از این چیز باشه، طبعا باز کشورها حق دارن که ابراز نگرانی کنند. گاه وقتا شنیده میشه که پاکستانی ها از آدرس طالبا ادعای سهم در حکومت دارن. شما حاضر هستید؟ همچه مسئله مطرح نشده، هیچ وقت مطرح نشده. طالب حاضر هستند بدون سهم مذاکره بکنند؟ اصلا مسئله سهم مطرح نشده. تا به حال مذاکره صورت نگرفته، من خدمت شما گفتم. و وقتی مذاکره آغاز شده، تمام حد و حدود و شرایطی که افغانستان و دولت افغانستان مد نظر داره و اعلان خواهد شد. دکتر صاحب، رئیس جمهور افغانستان و حکومت که شما رئیس اجرایش هستین، اقدامات لازمه برای ایجاد حسن نیت و یک دور تازه از روابط با پاکستان اتخاذ کرده. فرستادن سربازا، مساعد ساختن حوزه سرمایه گذاری در شمال افغانستان، اما همزمان از جانب پاکستان هیچ اقدام عملی دیده نمیشه. چرا؟ دلیل چیست؟ خب نیت افغانستان نشان میده که دولت افغانستان علاقمندی بوده و علاقمندی است که مناسبات خود بر اساس احترام متقابل و بر اساس
منافع مشترک در قسمت بهبود روابط قدم های برداشته شده و قدم های هم گذاشته شده. ای که تا به حال چی نتیجه داشته؟ هنوزم افغانستان به کوشش های خود ادامه خواهد داد، اما موفقیت در یک پروسه تنها مربوط به اقدامات و حسن نیت یک طرف نمیشه. طبعا مردم افغانستان توقع دارن که نتیجه ببینن و امیدوار هستیم که با در نظر داشت تهدید مشترکی که وجود داره که تروریسم یک تهدید مشترک است و با در نظر داشت فرصت‌هایی هم که میتونه فرصت‌های مشترک به همه منطقه باشه، ما شاهد بهبود رویه از طرف جمهوری اسلامی پاکستان هم باشیم.